به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و درود خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که هر کجایی که هستید جور سالم و صحتمند باشید به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساب ما را یادداشت کنید شماره ما هسته 2964 780 255, 4, از طریق این شماره شما عزیزان میتونید که با ما در ارتباط باشید اگر آماده هستید با انرژی هرچی تمامتر درس امروز ما نه آغاز کنیم خب شاگردای عزیز قصد داریم که فصل ششم با هم دیگه آغاز کنیم با موضوع ماشین های ساده در درس چهاردهم قرار داریم در این درس قراره که بررسی کنیم که اولا ماشین چی هست با تعریفش آشنا بشیم در ادامه با انواع ماشین ها آشنا بشیم اما قبل از شروع درس مروری بر درس جلسه قبل در درس جلسه قبل ما در رابطه با قانون سوم نیوتن صحبت کردیم گفتیم آقای نیوتن سه تا قانون داره قانون اول دوم سوم که قانون اول دوم باز ما در سنف های بعدی یاد میگیریم قانون سوم اینجا اشاره شده قانون سوم که قوه های عمل و عکس العمل به ما معرفی میکن میگه اگر شما به یک جسم قوه وارد کنید مثلا 5 نیوتن 100 نیوتن هر چقدر جسم هم به همان اندازه یعنی اندازه قوش دیگه تغییر نمیکنه به همان اندازه به شما ولی در جهت مخالف قوه وارد میکنه مثلا شما اگه به یک دیوار ضربه بزنید دیوار هم با همان قوه که شما ضربه زدید به شما ضربه وارد میکنه ولی در جهت مخالف یا گفتیم وقتی که یک موتر به یک مانعی مثلا دیوار جای برخورد میکنه شما میبینید موتر خراب میشه دیگه صحیح است این به خاطر وجود قوه های عمل و عکس العمل به یکی از این قوا میگیم قوه عمل و به یکی دیگه میگیم قوه عکس و در ادامه ویژگی های قوا رو گفتیم دیگه گفتیم هر دوش باید از یک نوع باشه مثلا هر دوش باید قوه برقی باشه یا هر دوش قوه الکترومغناطیسی باشه نمیشه که نوع اینها با هم دیگه فرق داشته باشه حتما باید از یک نوع باشن باز گفتیم جهت های اینها با هم فرق میکنه و محصله اینها هم برابر با صفر هسته و دیگر ویژگی هایی که با هم دیگه در درس جلسه قبل بررسی کردیم در ادامه درس تفاوت و وزن هم خدمت شما عزیزان گفتیم گفتیم که کتله میشه مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم که واحدش هم کیلوگرم و گرامه ولی وزن او مقدار جاذبه زمینه که بر جسم وارد میشه و واحدش هم نیوتن یا داین هستن این مواردی بود که در درس جلسه قبل با همدیگه یاد گرفتیم اما درس امروز در رابطه با ماشین ها خب شاگردای عزیز تقریبا هر کاری را که ما در نظر بگیریم با استفاده از ماشین امروزه انجام میشه شما نگاه کنید به نظر شما یک جسم سنگین ما چه قسمی میتونیم که به با ارتفاع بالا ببریم یا اگر خوب توجه کنید به با آثار باستانی نگاه کنید به شهرهایی که از چندین هزار سال قبل باقی با ماندن نگاه کنید میبینید که یک سنگ های بسیار بلندی یک برجهای های بسیار بلندی اینها ساختن که سنگ های بسیار سنگینی استفاده شده خب این سنگ ها چه قسمی در او ارتفاع بالا بردن یا امروزه پرتاب ماهواره ها ها را نگاه کنیم اینها بر چه اساسی کار میکنن مسلما در همه اینها وجود ماشین دخیل هستند پس ما ماشین چی تعریف میکنیم؟ میگیم که هر وسیله که انجام دادن کارها را برای ما آسان کنه ما میگیم ماشین در واقع ماشین ها جهت و مقدار قوه را برای ما تغییر میدن و باعث میشن که کار با آسانی انجام شود. مثلا قوه را زیاد میکنن این ماشین ها که ما میتونیم کار را براحتی انجام بدیم پس این میشه تعریف ماشین هر وسیله که انجام کارها را برای ما آسان تر میشه تعریف ماشین پس میتونیم بگیم که ماشین ها با ایجاد یک یا چند عمل کرده که در ادامه معرفی میکنیم انجام کارها رو برای ما آسان میکنن یک میتونن قوه را از مکانی به مکان دیگر انتقال بدن دو باعث تغییر جهت قوه میتونن بشن سه باعث افزایش اندازه قوه شوند مثلا پینجان نیوتن را تبدیل به 5000 نیوتن میکنن چهار افزایش فاصله یا سرعت یک قوه رو میتونن ایجاد کنن مثلا شما همون بالابرهای هادرولیکی رو که هم دیگه در نظر گرفتیم شما وقتی که به پیستون کوچک یک قوه کم وارد میکنید میبینید که پیستون بزرگ در میتونه یک جسم بسیار سنگین از جایش بلند کنه این میشه کاربرد ماشین ها دیگه حالا این سوال مطرحه با توجه به نکاتی که ما به شما عزیزان گفتیم این سوال ما با ما هم پاسخ بدیم که ماشین ها به ما چگونه کمک میکنن با ذکر مثال توضیح دهید یک مثال بیاریم و در مثال توضیح بدیم که ماشین ها چگونه به ما کمک میکنن خب تقریبا همه کارهایی که امروزه ما انجام بدیم بدون ماشین ها غیر ممکنن. مثلا شما یک بایسیکل در نظر بگیرین خب این بایسیکل وقتی میخوایم بررسی کنیم که چه کمکی به ما میکنه باید ورودی و خروجی بایسیکل در نظر بگیریم ورودیش چی میشه او انرژی که ما به بایسیکل میدیم تا ای بایسیکل شروع به حرکت کنه او پدال بایسیکل ما فشار میدیم دیگه این بایسیکل شروع به حرکت کنه این میشه ورودی از این خروجیش چی میشه او حرکتی که بایسیکل انجام میده او سرعتی که بایسیکل پیدا میکنه این میشه خروجی بایسیکل دیگه پس شما وقتی میخواین بدانید که ماشین هر ماشینی خب ماشین ها با هم دیگه کارشان فرق میکنن دیگه بخواین بدانید که این ماشین چی کمکی به ما میکنه لازمه که ورودی و خروجی ماشین بررسی کنید ورودیش چی هستن و خروجی ماشین چیه از این طریق میتونید بفهمید که ماشین ها به ما چه کمکی میکنن خب به عنوان یک کارخانگی شما چند تا مثال دیگه بزنید چند تا ماشین دیگه برای ما مثال بزنید و بگین که اینها چه کمکی به ما میکنن از کجا بفهمین که چه کمکی میکنن از طریق ورودی و خروجی مثلا همان بالابرهای هایدرولیکی را شما در نظر بگیرین دیگه ما تعریف کردیم گفتیم یک قوه بسیار کم ورودی ما میشه مثلا 50 نیوتن قوه وارد میکنیم خروجی چی میشه بلند کردن اجسام سنگین دیگه پس کار این ماشین چیه کار بالابرهای هایدرولیکی بلند کردن اجسام سنگین خیلی خیلی ساده است ماشین های اطراف خودتان نگاه کنید یک لیست تهیه کنید و به ما بگین که ماشین ها چگونه به ما کمک میکنن به شماره 2964 780 255 40, برای ما روان کنید تا پاسخ جالب شما عزیزان ما بررسی کنیم اما ماشین ها که تعریف کردیم انجام دادن کارها را برای ما آسان میکنه به دو دسته تقسیم میشه یک ماشین های ساده دو ماشین های پیچیده یا ماشین های مرکب حالا تعریف اینها چیه؟ ماشین های ساده وسیله های هستند که ساختمانی ساده و ابتدایی دارند. اینها جهت و مقدار قوه را تغییر میدن و به ما در انجام دادن کارها کمک میکنن. در واقع ماشین های ساده اساس و پایه ساخت ماشین های پیچیده یا مرکب فراهم میکنن. از جمله ماشین های ساده میتونیم به رافعه یا به چرخها اشاره کنیم که باز در ادامه اینها را بیشتر مورد بررسی قرار میدیم اما ماشین مرکب چیه؟ همانطور که گفتیم از ترکیب چند تا ماشین ساده ماشین مرکب یا ماشین پیچیده ایجاد میشه اما ماشین های ساده شاگرده عزیز انواع و اقسام متفاوتی دارند. یک رافعه ها هستند دو سطح مایل سه فانه، چهار چرخ و پنج هم پیچ هستن این پنج موردی که ما خدمت شما بیان کردیم جز ماشین های ساده به حساب می آید که ما بعضی از اینها را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد اما میریم سراغ رافعه که رافعه چی ماشینی هستن؟ میگیم که رافعه ها نوع ماشین ساده هستند که از یک جسم سخت و یک نقطه اتکا یا تکیگاه تشکیل شدن خب کاربرد ها چیه برای بلند کردن برای کشیدن یا برای چرخاندن اجسام ما از رافعه ها استفاده میکنیم خب حالا ساختار رافعه ها به چه صورت هستن یک رافعه شاگردای عزیز چند تا ساختار دارن یک نقطه اتکا داره اینا رو باز در ادامه شکلش رسم میکنیم بیشتر بررسی میکنیم یک نقطه اتکا یا تکیهگاهم هم به او گفته میشه دو میله یا تخته سه قوه عامل چهار قوه مقاوم پنج بازوی عامل و شش هم بازوی مقاوم هستند خواهی چندتا رو با هم دیگه بررسی کنیم روی شکل تا ببینیم که به کجا میگیم نقطه اتکا به کجا میگیم قوه عامل یا قوه مقاوم خب بیشتر بررسی کنیم روی تخت سیاه <applause> خب اولین چیزی که بررسی میکنیم نقطه اتکایه خب نقطه اتکا چی هم میگن؟ نقطه ثابتی که رافعه گرداگرد از اون نقطه میچرخه میگیم نقطه اتکا خب شکلش اگه بخوایم رسم کنیم میگیم که نقطه اتکا رو به این صورت نمایش میدیم این یک میله که روی ازی نقطه اتکا قرار گرفته مثل اللاکولنگ دیگه اللاکولنگ همه شما سوار شدین دیگه این میشه نقطه اتکای ما نقطه اتکارم با نقطه با حرف F نمایش میدیم پس نقطه اتکا چی میشه؟ نقطه ثابتی که رافعه گرداگرد از اون نقطه میچرخه به میگیم نقطه اتکا اما تعریف بعدی ما چیه؟ نقطه اثر قوه عامل هسته که با حرف ای e ما نمایش میدیم میگه قسمتی که با به آن قوه وارد میکنیم قسمتی از رافعه که ما به او قوه وارد میکنیم میشه نقطه اثر قوه عامل خب روی شکل نگاه کنید اگر یک رافعه باشه شایدای عزیز و شما به این قسمت قوه وارد کنید به این قسمت رافعه این قسمت ما میگیم قوه عامل با حرف ای هم نمایش میدیم دیگه مثل الله کلنگ مثلا شما اینجا که قرار بگیرین و بیشینین روی الله کلنگ این قوهی که شما وارد میکنین قوه عامل هسته با حرف ای نمایش میده تعریف بعدی ما نقطه اثر قوه مقاوم هسته که با آر نمایش میده میگه قسمتی که رافعه بر جسم قوه وارد میکنه اینجا میشن قوه مقاوم یا آر خب این هم روی نمایش بدیم خب شما این رافعه رو در نظر بگیرید اینجا یک قوه عامل وارد شد وقتی که قوه عامل وارد میشه مثلا این سمت به سمت پایین حرکت میکنه حالا اگر یک جسمی در این نقطه رافعه قرار داشته باشه یک قوه هم به سمت بالا بر این جسم وارد میشه به این قوه میگیم قوه مقاوم که با حرف آر هم نمایش میده پس قوه عامل اینجا هم میشه قوه مقاوم و این نقطه هم میشه نقطه اتکا یا تکیگاه ما تعریف بعدی ما بازوی مقاومه که با ال آر نمایش میده بازوی مقاوم چی میشه؟ میگه فاصله نقطه اثر قوه مقاوم تا تکیگاه ما میگیم بازوی مقاوم خب روی شکل بیشتر توضیح بدیم قوه مقاوم ما کجا بود؟ یه قسمت بود یعنی جایی که رافعه بر جسم قوه وارد میکنن این میشه قوه مقاوم میگه حالا این فاصله ای که از اینجا تا این قسمت وجود داره یعنی از قوه مقاوم تا تکیگا یا نقطه اتکای شما وجود داره این میشه بازوی مقاوم که این ما با ال آر برای شما عزیزان نمایش دادیم پس این میشه بازوی مقاوم تعریف بعدی ما بازوی عامل هسته که با ال ای نمایش میدیم تعریفش چی میشه هم میگه فاصله نقطه اثر قوه عامل تا تکیگار بازوی مقاوم میگیم بازوی عامل میگیم دیگه اینجا اشتباهی تایپی داریم پس فاصله این نقطه اثر قوه عامل تا تکیگار بازوی عامل میگیم خب اینم با هم دیگه رسم کنیم خب شاگرد عزیز نگاه کنید قوه عامل ای ما این قوه بود نقطه تکیگاه ما هم که این نقطه ها. پس این فاصله را اگه شما در نظر بگیرید فاصله بین قوه عامل و نقطه تکیگاه که با ال ای نمایش میدیم این نشان دهنده بازوی عامل ما هستن پس ما چند تا نکته اینجا روی رافعه ها یاد گرفتیم قوه عامل قوه مقاوم نقطه اتکا بازوی مقاوم و بازوی عامل این چند تا موردی هست که روی رافعه ها حتما شما باید جایش بدانید اما میریم سراغ موضوع بعدی شاگردای عزیز قصد داریم که انواع رافعه ها را با هم نگه بررسی کنیم ما بنابر نقطه اتکاکی کجا قرار میگیره رافعه ها را سه دست تقسیم میکنیم رافعه اول رافعه نوع اول ما به اون میگیم که نقطه اتکای ما بین قوه محرک و قوه مقاوم قرار داره قوه محرک همون قوه عامل یعنی اسم دیگهش قوه محرکه قوه محرک قوه عامل هر دو یک معنار میده پس وقتی که نقطه اتکا بین قوه محرک و قوه مقاوم قرار داشته باشه مثل اما شکلی که روی تخت سیاه برای شما عزیزان رسم کردیم اینجا میگیم رافع ما از نوع رافع نوع اول هستم مثل چی؟ مثل کلنگ دیگه شما میدین که اتکای شما نقطه اتکای شما در وسط قرار داره یا ترازوهای دو پیله که شما در دکانها دیدید استفاده میشه یا انبورایی که ما استفاده می‌کنیم، اینها از نوع رافع نوع اول هستند. در رافع نوع اول هرچه بازوی محرک شما بلندتر باشه حرکت جسم ساده تره شما در انبورها هم نگاه کنید در انبور ها وقت دستای انبور بلندتره دیگه جایی که شما قوه عامل وارد می‌کنید دیگه در واقع فاصله بین قوه عامل تا تکیهگاه در انبور ها شما نگاه کنید بیشتر از فاصله بین قوه مقاوم تا تکیهگاهه. به چی خاطره؟ به این خاطر که هرچی بازوی محرک بلندتر باشه حرکت جسم شما ساده تر هست. پس این میشه رافه های نوع اول که تکیگاه شما بین قوه عامل و قوه مقاوم قرار گرفته این میشه رافه نو اول اما رافعه نوع دوم هم ما داریم رافعه نوع دوم به چه صورته؟ قوه مقاوم بین نقطه اتکا و قوه محرک قرار میگیره یعنی قوه مقاوم دفعه وسط مثل چیه؟ مثل در بازکنهایی که برای نوشابه ها ما استفاده میکنیم یا فرقون که در کارهای ساختمانی استفاده میشه اینها از نوع رافعه نوع دوم هستند شما در شکل فرقون هم اگر نگاه کنید تکیگاه شما آخر قرار گرفته قوه مقاوم یا که همان محل قرارگیری جسم هسته در وسط و قوه محرک یا قوه عامل هم که در دسته های فرغون ما وارد میکنیم نکته ای که وجود داره یه که اگر هرچی طول بازوی محرک بزرگتر از طول بازوی مقاوم باشه قوه بیشتری رو ما وارد میکنیم خب پس شد رافه نوی دوم که قوه مقاوم بین نقطه اتکا و قوه محرک قرار گرفت. اما رافعه نوع بعدی که وجود داره رافعه نوع سوم هست شاگرد عزیز در رافعه نوع سوم قوه محرک بین نقطه اتکا و قوه مقاوم قرار گرفته یعنی قوه محرک یا قوه عامل شما یه دفعه در وسط قرار داره مثل چی مثل بل مثل جاروهای دستی بلند که استفاده میکنیم مثل قاشق یه قاشق‌هایی هایی که می استفاده میکنیم برای غذا خوردن اینهام از نوع رافعه نوع سوم هستن پس ما انواع رافعه ها رو را با هم یاد گرفتیم رافعه نوع اول نوع دوم و نوع سوم به عنوان یک کار خانگی برای شما عزیزان یک سوال در نظر گرفتیم یک لیستی برای ما تهیه کنید از انواع رافعه ها و اینها رو دستبندی کنید در رافعه ای نوی اول رافعه ای نوی دوم و رافعه ای نوی سوم و به شماره دو سیف 964, 780, 255, برای ما روان کنید شما این چگونه میتونید دستبندی کنید ببینید که تکیگاه شما کجا قرار گرفته کدامش وسط در رافعه 9 اول دیدن که تکیهگاه وسط قرار داشت دیگه 6 در رافعه 9 دوم قوه مقاوم وسط قرار داشت در رافعه 9 سوم هم قوه محرک در وسط قرار داشت شما با توجه به تعریف ما کرده میتونید که یک لیستی از رافعه ها تهیه کنید اینها رو برای ما دسته‌بندی کنید اما در قسمت رافعه ها چند تا قانون بسیار مهم وجود دارد. اولین قانون چی میگم؟ میگه که هنگام توازن رافع وقتی که رافع در توازن هسته اگر یکی از قوه ها کمتر شوه به همان تناسب باید بازوی قوه هم درازتر شود مثلا اگر شما قوه عامل کمتر کردین باید به همان تناسبی که قوه عامل کمتر میکنین بازوی قوه عامل درازتر میکنین تا توازن رافع حفظ شود این میشه اولین قانون قانون دوم چه میگه؟ میگن نسبت قوه مقاوم بر قوه عامل برابر است با نسبت بازوی قوه عامل بر بازوی قوه مقاوم خب این رو روی تخت سیاه با هم دیگه فرمولش بنویسیم خب این قانون چی میگه؟ میگن نسبت قوه مقاوم قوه مقاوم هم با با آر نمایش میدادیم با قوه عامل قوه عامل هم که با این نمایش میدادیم مساوی با نسبت بازوی قوه عامل بازوی قوه عامل ما با ال ای نمایش میدادیم صحیح بر بازوی قوه مقاوم بازوی قوه مقاوم هم که با ال آر نمایش میدادیم پس این تناسب همیشه بر در رافه ها برقرار است قانون مهم بعدی چی میگم میگه هرگاه قوه عامل و قوه مقاوم هر یک به طول بازوهای خودشان ضرب شوند حاصل ضربشان همیشه با هم مساوی هستند خب بیرم با هم دیگه بنویسیم فرمولشه خب این قانون چی میگه میگه هرگاه قوه عامل و قوای مقاوم هر یک به طول بازوهایشان ضرب شود خب قوه عامل ما با ای نمایش میدادیم دیگه ضرب در بازوش چی بود ال ای این همیشه مساوی با قوای مقاوم که با آر نمایش میدادیم در بازوی قوه مقاوم که با ال آر نمایش میدن پس این تناسبی حاصل ضرب همیشه بر در قانون رافعه ها با هم دیگه برقراره خب شاید عزیز و نازنین درس امروز ما هم در اینجا خلاص میشه ما در رابطه ما ماشین ها صحبت کردیم گفتیم ماشین ها انجام کارها را برای ما آسان میکنه انواع ماشین ها رو گفتیم ماشین ها به دو دسته ساده و پیچیده یا مرکب تقسیم بندی میشه که ماشین های مرکب ما در این صنف کاری با این ماشین ها نداریم در ادامه انواع ماشین های ساده رو گفتیم که رافعه ها و سطح مایل از جمله اینها بودن که رافعه ها هم با هم دیگه یک بررسی داشتیم خب تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان پاک میسپاریم خدا نگهدارتون